تغییر بده. بازی رو استقلال آغاز میکنه. خوشحالیم که از طریق شبکه جهانی جام جم ایرانی هایی که بیرون از کشورمون حاضر هستن این بازی رو میتونن تماشا بکنن. برای همشون آرزوی سلامتی داریم. توپ اولو گرفتن بازیکن پرسپولیس، محکم دور میکنه و توپ رو به میان های میدان میفرسته. فرجی توپ گیری دوباره استقلال. روزبه چشمی توی عرض کار میکنه. دانشگر وسط، مهدی پور صاحب توپ هست. توپ در اختیار داره رضا آذری، بازیکن تکنیکی تیم استقلال. غیاب وریا قفوری به او سپرده شد. ارسال بلند از زمین تیم پرسپولیس. درگیری یامگاه، جسته دخالت میکنه. تکلیف بلند از اینکه داور پشت مواطی جرمه. پاس عالی توده برای یامگاه داخل مواطی شلوغه. تغییر مسیر قشنگش میره واسه شوتزنی. یه پاس عالی داره خیلی مواطی جرمه پرسپولیس. یه ضربه محکم از مهدی پور و توبی که بلوکه شد و به مدافعان پرتعداد پرسپولیس برخورد کرد. بازی رو خیلی هجومی و خوب آغاز کرده تیم استقلال. یه ارسال بلند در زمین پرسپولیس، فرصت داره اونجا جسته توپ کنترل کرده و بالاخره پاس هم میده و در نهایت توپ که میره بیرون. حالا کرنر. خیلی هجومی خوب بازی رو شروع کرده استقلال. نگیره مهدی پور داخل محوطه جریمه رو میبینه. دست راستش بالاست. مهدی پور حرکت میکنه. یه ارسال بلند دروازه. زحبی سری که اونجا میزنه. سیاوش یزدانی و توپش تو چارچوب نیست. شش دقیقه از زمان بازی گذشت. سید حسین حسینی با مدافعان خودش صحبت میکنه. کوتاه کار میکنن. ترابی ارسال روی نقطه پنالتی. زبیه وحید امیری توپو گرفتن. بازیکن استقلال میرن واسه طراحی یه ضد حمله که شیری زودتر از امیر حسین این کارو خیلی خوب انجام دادن. حسین زاده داور به یک آوانتاژ به موقع میذاره کار دنبال بشه. آذری میبره به سمت راست. یامگا بوده که به یامگا یارسون بولن رو دروازه ضربه سرش شسته. خوب بلند شد اما ضربه سرش تو چارچوب نبود. اون طرف هم کمین نشسته تیم استقلال با شسته و امیر حسین حسین زاده که روی ضد حمله دروازه پرسپولیس رو بتونه تهدید بکنه. کمال کامیابی نیا. بالاخره تو بول گرفتند. روز به چشمی گرفت. دانشگر رضا آذری یک کار دیگه. خود رضا آذری پاس عالیه تو در دفاع. جامون پرچم بالاست. دفاع جامون و پرچم بالاست. آف ساید. با هم دیگه میتونیم ببینیم صحنه آهسته رو که آف ساید بیا نبوده. اینجا که کاملا جلوتر از مهدی شیریست و بازم اعتراض از کادر فنی تیم استقلال رو شاهد هستیم. فرزاد مجیدی هم همینطور خیلی اونجا معترض هست. آقای غلامپور هم هستن و فرهاد مجیدی هم که با داور چهارم داره صحبت میکنه. علی صفایی آقای بنیادیفر هم اونجا حضور داره و فرهاد مجیدی میگه اگه این صحنه رو دیدید آفساید بود من مربیگری کنار میذارم. اون نظرش برای کارشناسا و الان با چیزی نگیم بهتره واقعا. چشمی جسته پاس عالی در فضای خالی را میدازه اونجا امیر حسین حسین زاده رو بازیکن پرسپولیس رو پاش رفته. یه حرکت از حسین زاده تو نگه داشته. پاس رو واقعا برای آذری کنترل. بازیکن هم دسته رو میبینه. اونجا جعفر سلمانی هست که نفوذ کرده. یه ارسال با پای چپ روی دروازه و مدافعان پرسپولیس تن به کرنر میدن. نعمتی بود که اونجا تو محوطه جریمه حضور داشت و نذاشتن تو به جسته برسه و کرنر به نفع استقلال هست. باز هم بازیکن سرزن داخل محوطه جریمه پرسپولیس هست در یارگیری یک در مقابلیه که بازیکن‌های هر دو تیم. یه ارسال بلند روی دروازه روی تیره یک توپ فرستادن و خوبم این بارو انصافا توپ فرستاده حمله بکنه. آل کثیر امزنم راحت به چرخه. پاس برای ترابی این طرف وحید امیری. شیری داره اضافه میشه. پاس برای شیری وحید امیری با پایشان میزنه زباش رو وحید امیری اما توپش تو چارچوب نیست. برای اینکه بتونن تصاویر خوب و کیفیت رو برای شما عزیزان به نمایش در بیارن کارشون سخته و اونها هم قطعا راضی نیستند.
کارت زرد میگیره کمال کامبینی از داور گوهر. هوادار و نفت مهد سلیمان، صنعت نفت آبادان و پیکان مثل این بازی صرف صرف مساوی. مهدی پور میبره به سمت راست، یک کنترلی یه ارسال از دانشگر داخل محوطه جریمه، جسد میزنه ضربش رو، اما ضربش خیلی پرقدرت نیست و دقت لازم رو هم نداره و لک توپ در اختیار میگیره. یه نگاه میندازه میبینه دانشگر خالی است، میبره به سمت راست. رضا آذری دوباره بازیکن تیم استقلال صاحب توپ هستن. امیر حسین حسین زاده یه پاس رو عقب، دانشگر یه ارسال بولن روی دروازه، ضربه سری که زده میشه بره بیرون. ببینیم کورنر هست، ضربه دروازه که ضربه دروازه داره کار دنبال میشه، یه ارسال داخل محوطه جریمه، فرجی با ضربه سر توپ دور کرد. کمال کامیابی‌نیا اشتباهه، کمال کامیابی‌نیا توپ میرسه به حسین زاده، یک بار دیگه یه ارسال دیگه و باز هم مدافعان پرسپولیس توپ دور کردن. 35 دقیقه از زمان بازی گذشت، پنالتی گل مساوی، ارسال میخواد پنالتی ضربه که اونجا میتونه بزنه. مرادمند سر خورد و در نهایت توپش با اختلاف بیرون رفت. حضور دارن، آل کسی رو گرفته، سیاوش یزدانی، آلیشا کوتاه کار میکنه با ترابی، دوباره خود امید آلیشا روی پای چپ، ارسال بلند روی تیر دورتر و خروج به موقع از حسینی که تو بود در اختیار میگیره. دانشگر تو بیندازه، جستت نعمتی برمیگردونه، روزبه چشمی باز هم بودی، جستت بلند در داخل محوطه جریمه، حامد لک هست اونجا، تو در اختیار گرفت کثیر، به کمک رضا آذری بلند شد. یه بار دیگه این طرف سمت راست پرسپولیسیا حمله رو طراحی میکنن، امید آلیشا پاس کوتاه به امیری نمیرسه و مهدی پور توپو گرفت. توپ حسین زاده رو بیرون فرستاد، فرشاد فرجی پوشش داد و سلک مسیر رو بست. سلمانی دنبال یار خودی میگرده، صداش میکنه رضا آذری. 45 دقیقه تمومه، 1 دقیقه وقت اضافه هم تمومه. نیمی اول 0-0 مساوی به اتمام رسید. بازیکن‌ها همه اونجا حضور دارند. رضا آذری میاد سمت راست قرار میگیره، مهدی پور ارسال بلند، حامد یک تو مشکل برخورده، دو بازیکن با هم دیگه رو پرچم بالاست، پرچم حسن ظهیری بالاست و آفساید بازیکن استقلال گرفته شد. آمگاه داره حرکت میکنه، خود آقایی پاس عالیه رو به جلو را میندازه، اونجا ترابی رو دوباره کنه مقابل داره، خود مهدی ترابی میخواد تغییر مسیر بده، زاویه تنگ میشه، خود ترابی پاس عالی، دروازه پای میشه نمیشه، میزنه ضربه اونجا بازی کنه پرسپولیس، دفاع عالی جمع شده، حالا حسینی توپ در اختیار میگیره. حتی با سرلک گرفته، نعمتی تحت فشار بود، کمال کامیابی‌نیا، امید آلیشا، خطا هست یا نیست، داره کار دنبال میشه، روز دو چشمی صاحب توپ، خبری از سوت و خطا نیست این بار. دانشگر میخواد بریزه روی دروازه، توپ رو که موفق نبود، روز به چشمی توپ از دست میده، توپ ازش گرفت مهدی ترابی، نعمتی توپ بره بیرون، فکر کنم کورنره. آقای حسن ظهیری هم میره سمت نقطه کورنر و پرچم میزنه و کورنر گرفته شد. مهدی عبدی و رضا اسدی، مهدی پور یه ارسال خوب روی دروازه، ضربه سر، حامد لک ریباندش میتونست اونجا بازیکن استقلال گل بکنه اما خطا گرفته شد. تو در اختیار یامگاه هست، آذری بهش نزدیک شد، رضا آذری توی محوطه جستت توپ میخواد، دستش بالاست، آذری یه ارسال روی تیر دورتر، یک ضربه سر از روی جستت، بازم کرنه میخواد بفرسته، دو سه قدم عقب‌تر میاد با پای راستش بلند و کاتدار روی تیر دورتر، ضربه سر اول رو میزنه مدافعان پرسپولیس، میگه برمیگرده و شیری پاس کوتاه، ترابی میبره به سمت راست، یک کنترل از وحید امیری، یامگا مقابلشه، وحید امیری پاس میده، یک هدف موفق پرسپولیسیا داخل محوطه جریمه، وحید امیری ارسال داخل محوطه، بازم حسینی دروازه استقلال رو توی صحنه نجات داد. باز شد، کار دنبال میشه، کوین یامگا، فرجی برمیگرده، یامگا حرکت میکنه، پاس بده آفساید، خود یامگا روی پای راستش هم توپ آورده، خیلی معطل میکنه، پاسش هم خوب نیست و دوباره خودش با جسد مجبور شد یک و دو بکنه. دانشگر سری اضافه شد، مهدی پور
یه نگاه میندازه داخل محوطه رو، یه ارسال گولم از عربیستری که میزنه اونجا، دیدی جسته تا باز هم خطاش گرفته میشه. بیرو پرتاب سریع نعمتی، آلیشا رو را میندازه، روز به چشم اونجا مسیر رو میخواد ببنده، باز کوتاه برای ترابی، برخورد بازیکن زیاد هست در زمین مسابقه، اعتراض کادر فنی پرسپولیس و استقلال، همه اونجا معترض هستند. سوتای مقتدی داور به صورت بگیره، ترابی تحت فشاره، بهتیپور فشار آورده، 9-9 درگیر بود، فرشاد فرجی ول کرد، لکم اونجا یه لحظه نزدیک بود جا بمونه، تو به ترابی میرسه، خودشون دارن هم کورنر میدن و هم تحت فشار، هم بالاخره خطای بازیکن استقلال گرفته شد. میخواد تو برای دروازه بفرسته، گرسلو روی دروازه، فرصت داره تیم استقلال، مدافعان پرسپولیس توپو برگردوندن، آلیشا درگیر اونجا با بازیکن استقلال و خطا گرفته شد، خطای صد مدافع استقلال. تعقیبش میکنه مهدی عبدی، دانشگر مجبور شد دو بزنه، پاس خوب برای حسین زاده، پاس بری خوب بود تیم استقلال، یه بار دیگه حرکت دانشگر داخل محوطه، جریو خوب فرستاد، چقدر خوب فرستاد دانشگر رو، نزد روی جست زوی آخره، سایه زنی کرد تو این صحنه، میگم پنالتی هم باید گرفته میشد. فریاد نعمتی بر سر آقا فرزاد، بیا لطفا، اینو داور داره میگه. آقا فرزاد میرن لطفا و کارت زرد دریافت میکنن، بنده خدا تعظیم هم میکنه. میبینیم با هم صحنه آهسته رو، اینجا تو به پای هم یامگاه خورد هم آقایی دانشگر، خدا آقایی برگردوند. مهدی پور یه حرکت، یه پاس رو به جلو که تم به کورنر داد علی نعمتی. مهدی پور با پای راست میخواد توپ رو دروازه بفرسته، یه ارسال گلم رو دروازه، یک ضربه سر از بازیکن تیم استقلال میتونست دروازه باز بشه با خطا، خطایی که صورت گرفت و کارت زرد میگیره مرادمند. حامد لک سوت پایان مسابقه، بازی 0-0 مساوی تموم شد.